طالبان در دومین روز نشست اوزلو با نمایندگان کشورهای متحد نروژ گفتگو را آغاز کردند. جبهه مقاومت وعده داد که به زودترین فرصت بیرق مقاومت ملی را در مقام ولایت پنجشیر نصب می‌کنند. و طویل‌ترین جنگ بین طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در شمال افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخری ویدیو با ما باشید. روزنامه 8 صبح کابل. منابع از آغاز گفتگو میان طالبان و نمایندگان کشورهای غربی در اوزلو خبر می‌دهند. به گفته منابع، طالبان در این گفتگو خواستار رهایی ذخایر ارزی نزدیک به 10 میلیارد دلار افغانستان شدند. در همین حال شفیع الله اعظم، یک تن از نمایندگان طالبان در این نشست، با رسانه‌های غربی گفته است ما از کشورهای غربی و آمریکا می‌خواهیم دارایی‌های افغانستان را آزاد کنند. این مقام طالبان افزوده است که جامعه جهانی نباید به دلایل سیاسی یعنی مردم مودی را مجازات کند. او تاکید کرده که زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی از مردم افغانستان حمایت کند و نگذارد در زمستان مرگبار و افزایش گرسنگی شهروندان افغانستان مجازات شوند. در همین حال روز گذشته تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، گفته بود که در مورد حکومت همشمول در افغانستان، مبارزه با تروریسم، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان با طالبان گفتگو می کند. نمایندگان سایر کشورهای اروپایی نیز پیرامون مسائل حقوق بشری، تبدیل نشدن افغانستان به مکان امن برای تروریستان و رسیدگی به بحران بشری کنونی در افغانستان با نمایندگان طالبان گفتگو می کند. جبهه مقاومت وعده داد که به زودترین فرصت بیرق مقاومت ملی را در مقام ولایت پنجشیر نصب می کند. فرماندهان جبهه مقاومت می گویند به یاری الله متعال پرچم مقاومت را به زودی بر مقام ولایت پنجشیر بلند خواهیم نمود. طویل‌ترین جنگ بین طالبان و نیروهای جبهه مقاومت در شمال. عامر بریالی سنگین، یکی از عضو جبهه مقاومت، در صفحه تویتر خود چنین نگاشته است: از دیشب به این طرف با 300 طالب تروریست در جنگ هستیم. والی، قمندان امنیه و دیگر قوتهای تروریستی بالای ما حمله کردند. ما با اراده قوی و توکل به خدا مقاومت میکنیم. دشمن مردم محل را به عنوان سپر انسانی استفاده میکند. شما هم دست به کار شوید و برای ما دعا کنید. رویدادهای مهم جهان. ایران هیچ پیش شرط امریکا را برای احیای توافقنامه هسته‌ای نمیپذیریم. VOA داریم. وزارت خارجه ایران گفته است که برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 هیچ گونه پیش شرط ایالات متحده به شمول رهایی زندانیان آمریکایی را نمیپذیرد. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز 24 جنوری 4 دل و گفت که جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرط را از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات اگر برای مسائل داخلی و رسانه‌ای باشد از آن عبور میکند، ولی معتقد است مذاکرات به اندازه کافی پیچیده است و نباید با اظهارات پیچیده آن را پیچیده کرد. مذاکره کننده ارشد ایالات متحده دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که اگر ایران 4 شهروند آمریکا را که در اسارت دارد رها نکند، به نظر نمی رسد واشنگتن با ایران روی احیای توافقنامه هسته‌ای موافقت کند. ارنا، خبررسانی رسمی ایران، صبح امروز گفت که تعیین چنین شرایط مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن را کن خواهند کرد. ایران در حال حاضر با قدرت‌های جهان به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 در ویانا درگیر مذاکره است. توافقنامه‌ای که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال 2018 از آن بیرون شد و تأثیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از احیای توافق هسته‌ای ایران حمایت کرده است، اما واشنگتن در 8 دور مذاکرات که برای احیای این توافق برگزار شده است به صورت غیر مستقیم شرکت کرده است. جک سولیوان، مشاور امنیت ایالات متحده آمریکا، گفت که آمریکا مصمم است مانع دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای شود. آقای سولیوان در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت: نخست
سیاست ما کاملا روشن است. ما مصمم هستیم که از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم. دوم، باور داریم که دیپلماسی بهترین راه برای انجام این کار است. بر اساس توافق هسته‌ای 2015 میلادی، تعزیرات اقتصادی که بر ایران وضع شده بود تا حد لغو شد و در عوض تهران فعالیت برنامه هسته‌ای خود را محدود کرد. اما پس از وضع دوباره تعزیرات، ایران نیز غنی‌سازی یورانیم را فراتر از محدوده این توافقنامه افزایش داد. درگیری ها برای آزادی زندانیان گروه داعش در سوریه 70 کشته بر جا گذاشته است. وی او ای دری. درگیری هایی که بین نیروهای به رهبری کردها و جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی داعش برای 30 روز متوالی در اطراف زندان در شمال شرق سوریه ادامه دارد، بیش از 70 کشته بر جا گذاشته است. در این زندان هزاران عضو مظنون داعش نگهداری می شوند. حمله به زندان غویران در شمال شهر حسکه یکی از مهمترین حملات داعش از زمان اعلام شکست خلافت خودخوانده این گروه در سوریه در حدود 3 پیش است. رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، گفت تا کنون در این خشونت‌ها کم از کم 28 تن از نیروهای امنیتی کرد، 5 غیر نظامی و 45 عضو گروه داعش کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته است که داعش به تاریخ 20 جنوری به این زندان که حدود 3500 نفر از افراد مظنون به عضویت و رهبران این گروه در آنجا نگهداری می شوند حمله کرد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه همچنین افزوده که صدها زندانی فراری توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها که کنترل این زندان را در اختیار دارند دستگیر شدند، اما ده‌ها تن دیگر فرار کردند. داعش در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری اعماق منتشر شده گفته است که هدف از این حمله آزادی زندانیان است. نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثریت آن کردها هستند روز شنبه اعلام کردند که با کمک متحدان ائتلاف و نیروهای امنیتی داخلی کرد به عملیات برای تامین امنیت در شهر حسکه و اطراف زندان غویران ادامه می‌دهند. با گفته مقامات کرد، بیش از 12,000 مظنون به عضویت داعش از بیش از 50 کشور در شمار از زندان‌هایی که تحت کنترل کردها زندانی‌اند. جنگجویان کرد سوریه متحدین ائتلاف به رهبری ایالات متحده اند که پس از شکست تندروان داعش در عراق و سوریه 1/3 سه قلمرو آنان را تصرف کردند. پس از شکست داعش، شورشان کردی دارای خودمختار خود را در شمال شرق سوریه ایجاد کردند، جایی که هنوز هم شمار اندک قوای ایالات متحده مستقر می باشد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.